بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی مدد. سلام عرض میکنم به بینندگان برنامه با هم از تلویزیون اسماعیلی فارسی. امروز در خدمت استاد دکتر محمد علی امیر موعظی، استاد مطالعات شیعه در دانشگاه سوربن در پاریس در فرانسه هستیم. آقای دکتر امیر موعظی همچنین از همکاران و استادان ارشد مؤسسه مطالعات اسماعیلی هستند. امروز درباره سه مضمون و موضوع عمده‌ای که محور مطالعات و کارهای چند دهه اخیر استاد امیر موعظی بوده است، از جمله درباره شکل‌گیری اسلام، درباره زندگی پیامبر اکرم، درباره زندگی حضرت علی و به طور کلی درباره تشیع و زمینه‌های تاریخی و پیشینه‌های شکل‌گیری تشیع تا امروز صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر امیر موعظی، خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. به عنوان اولین سوال خیلی ممنون میشم اگر یه مختصری از پیشینه علمی و تحصیلی خودتون بدید که چه شد به این حوزه علاقه‌مند شدید و چگونه امروز در پاریس در کرسی که دارید فعالیت میکنید. برای اطلاع بینندگان میگم که این کرسی است که پیش از شما در تصدی هانری کوربن، لوی ماسنیون و آقای دانیل جیماره بوده و مهمترین مرکز مطالعات شیعی در اروپاست امروز. و اگر از مقدمات شروع کنید تا به امروز خیلی ممنون میشم. ممنون داریش جان. با سلام به بینندگان عزیز، برادران اسماعیلی، ممنون از دعوت شما. من نوجوان بودم، کلاس دهم یازدهم دبیرستان بودم که ملاقاتی داشتم با جناب هانری کوربن که در اون زمان، یعنی سالهای 72-73 میلادی، ایشون چند ماه در سال میومد ایران، داشت انستیتوی فرانسه تهران رو پایه‌گذاری میکرد و دوستی از دوستان پدرم با ایشون دوست بود و منو برد به محضر ایشون، چون من از اون موقع علاقه داشتم به مطالعات در مورد عرفان و فلسفه و شعر فارسی و اینها، و ایشون گفتش که یه استاد فرانسوی هست که میاد اینجا و این مطالب رو درس میده در پاریس، دوست داری ببینیش؟ منم خیلی خب بچه بودم، گفتم هر جوری که شما فکر میکنی. رفتیم ایشون رو دیدیم و ایشون از مدرسه مطالعات عالی سوربن صحبت کرد، گفت داره من اونجا درس میدم، اگه شما میخوای این مطالب رو به صورت جدی و علمی مطالعه بکنی و پیشرفت بکنی میتونی بیای اونجا. خلاصه دو سال بعد که من دیپلم گرفتم، من رو فرستادن به پاریس و من آخرین سالهای درس جناب کوربن رو درک کردم. من سال 74 فرنگی رسیدم به پاریس و ایشون تا سال 76 اونجا درس میگفت، البته بازنشسته شده بود ولی ادامه میداد تدریس رو. سال 78 هم که فوت کرد و بعد من، ایشون به من پیشنهاد کرد که برای به اصطلاح دوره دانشگاهی برم دنبال مطالعه در مورد تشیع قدیم. گفت من زیاد فرصت نکردم این کارو بکنم، کاری که کردم بیشتر در مورد تشیع متأخر از صفویه به بعد، فلاسفه دوره صفوی به بعد. البته من چند سال مردد بودم، نمیدونستم برم دنبال ایران شناسی، برم دنبال هند شناسی. مطلبی بود که خیلی دوست داشتم، سانسکریت کار کرده بودم، پهلوی کار کرده بودم، ولی بالاخره بعد از چندین سال در دوره دکتری آمدم به همون توصیه کوربن و یه جوری عجیبه که سرنوشت های ما با هم دیگه عجین بوده، برای اینکه من به هر حال موضوع رساله دکتریم رو همون موضوع انتخاب کردم که کوربن گفته بود، یعنی راجب چهره امام در تشیع قدیم، و دفاعیم رو در سالونی که به اسم کوربن بود در مدرسه مطالعات اونجا کردم. و بعد سالها گذشت، بعد از کوربن همونجور که فرمودید دانیل جیماره استادمون کرسی شد و بعد از جیماره در سال 94 فرنگی من جانشین جیماره شدم در همون کرسی به اصطلاح میتونیم بگیم اسلام کلاسیک. و چیزی که باعث خوشبختی است اینه که وقتی که من به تصدی این کرسی رسیدم، به درخواست من اسم تشیع رو اضافه کردن به این عنوان این کرسی، به عنوان تفسیر و
کلام شیعی که تنها کرسی هست اگر اشتباه نکنم در مغرب زمین، در دانشگاه مغرب زمین، که لفظ تشیع درش آمده. و از این بابت من خیلی خوشحالم و فکر میکنم که یه کمکی بود به هر حال، چون مدرسه مطالعات سوربن جای معتبری است و جای قدیمی است و خب باید همونجور که گفتید آدمایی مثل ماسینیون و کوربن اونجا متصدی این کرسی بودن. خود همین شاید باعث شد که مطالعات شیعی یک به اصطلاح رشد بیشتری بکنه در اروپا، در فرانسه. و من هم خب الان سال آینده میشه 40 سال که در اینجا دارم تدریس میکنم. فکر میکنم که موفق شدم که عده‌ای رو تربیت بکنم و اون چیزی که میدونستم انتقال بدم به اونها، که این واسه افتخار منه. آدم هایی مثل آقای ماتیو تریه، دانی هرمن، اورخان میرکاسیموف و دیگران، تعدادشون کم نیست حالا در فرانسه یا در مغرب زمین، یا بسیاری هم برگشتن به کشورهای خودشون در ترکیه، در ایران، در تونس، در ایتالیا. و این بود که باعث شد که یه مقداری مطالعات شیعی، به خصوص شیعه قدیم و به خصوص جنبه های عرفانی تشیع، یه مقداری رشد پیدا بکنه. خیلی ممنونم. سوالی که من میخوام بپرسم یه جورایی مرتبط هست به این سه تا مضمون، یعنی درباره آنچه که ما درباره اسلام میدانیم و درباره پیامبر اسلام میدانیم و درباره امام علی میدانیم. پیش از این که به جزئیات خیلی روشن‌تر مسئله بپردازیم، به نظر من یک سوالی باید بپرسم که شاید چارچوب نظری بده به بحثی که در پیش داریم. و اون سوال این است که ما چگونه بین واقعیت‌های تاریخی یا آنچه که واقعیت تاریخی ممکن است بنامند و باور و ایمان مؤمنان تمایز قائل میشیم و تفاوت قائل میشیم، و اینی که واقعیت‌های تاریخی چگونه میتوانند بر باور مؤمنان، در این مورد مشخص باور مؤمن مسلمان شیعه به اسلام، به پیامبر اسلام، به امام علی و اهل بیت اثر بگذارد و این شکل بدهد. فکر میکنم منظور شما وقتی میگین در مورد اسلام، در مورد پیدایش اسلامه و در مورد بدو اسلام. حرف شما درسته، یعنی اینکه پیدایش و تاریخ پیدایش اسلام و مثلا فرض کنید که سرچشمه های قرآن و سرچشمه های تعالیم پیامبر و شخصیت های تاریخی این دوره، خود پیامبر اکرم و حضرت علی و دیگران، نکات مبهم بسیاری داره، بسیار زیاد. و ما اون چیزی که از نظر تاریخی میتونیم بدونیم راستش، و اون چیزی که یک مورخ ادیان میتونه از اینها بدونه، بسیار ناچیزه، بسیار ناچیزه. به دلایل تاریخیه، به دلیل اینکه اسلام در یک جو بسیار متشنج شکل میگیره، چه در خود عربستان چه در خارج از عربستان. و حالا میتونیم بعداً بیام در مورد جزئیاتش صحبت بکنیم. در یک جو به احتمال خیلی زیاد آخر زمانی شکل میگیره. و بعد اون چه که مشخصه پیدایششه، جنگ‌های داخلی بین مسلمانان، جنگ‌های داخلی که چند قرن طول میکشن و همزمان با این جنگ‌ها فتوحات اتفاق میفته که به سرعت پیش میره. در عرض چند دهه اعراب از شمال آفریقا رو میگیرن تا مرز چین و یک امپراتوری متولد میشه که کم کم پایه میگیره و محکم میشه. و اینها یک سری اتفاقات تاریخی بسیار مهمی هستن که پیدایش اسلام همزمان با اینهاست. و بنابراین مطالبی که راجع به این پیدایش اسلام نوشته شده، اولا چندین دهه، شاید بیش از حتی یک قرن بعد نوشته میشه، و مؤلفین هر کدومشون متعلق به دسته هایی هستن که با هم در جنگ هستن. بنابراین هر کدوم سعی میکنن از گذشته تصویر رو بدن که به نفع خودشون و به نفع گروه خودشون، گروه های به اصطلاح مذهبی سیاسی.
و بنابراین در این نوشته ها تناقض ها و تضاد های بسیار زیادی هست، بسیار زیاد. افسانه های بسیار زیادی هست، چیزهایی از خود ساخته هست. و اینکه ما بتونیم واقعیت تاریخی رو از اینها بیرون بکشیم بسیار مشکل. الان چند دهه هست که البته برای مطالعه این دوره و برای شکل گیری اسلام و تدوین قرآن ما اومدیم منابع دیگه ای رو هم به کار میگیریم که منابع معاصر قرآن و بعد به اسلام متعاب منابع غیر اسلامی هستن، منابع مسیحی هستن به زبانهای مختلف مسیحی، یونانی، حبشی، به خصوص سریانی، منابع یهودی هستن به زبان عبری، منابع ایرانی هستن به زبان پهلوی، فارسی میانه و غیره، که البته به کار گرفتن این منابع معنیش نیستش که این منابع دارن حقیقت تاریخی رو میگن، اونها هم جهتگیری دارن، ولی مطالبی رو میگن که یک مقدار ما در منابع اسلامی نداریم. یکی این منابع هست، یکی منابع دیگری هستش که میتونیم بگیم متعلق به تاریخ مادی هست. تاریخ مادی یعنی یه چیزایی مثل سنگ نوشته شناسی، مثل نسخه شناسی، مثل باستان شناسی و اغلب اینها، سکه شناسی، سکه شناسی و غیره. و همه اینها رو ما الان چند دهه هست که به کار میتونیم بگیریم و از یه بابت‌هایی شاید یک مطالبی روشن شده، ولی مطالب بسیار دیگری هنوز بسیار هم پیچیده است و هم در تاریکی هنوز. بنابراین اگر ما بخوایم شخصیت تاریخی افرادی، واقعا تاریخ یعنی واقعیت تاریخی افرادی مثل حضرت محمد یا حضرت علی رو بدونیم، شاید اون چه که میتونیم روی کاغذ بیاریم بیش از یک صفحه نمیشه. برای اینکه باقیش ما همه چیز و ضد همه چیز رو داریم در مورد اونها، در مورد شخصیتشون، در مورد تاریخ‌های مهم زندگیشون. اگر مثلا پیغمبر رو بگیریم، ما تا قبل از اینکه سیره ابن هشام نوشته بشه در قرن سوم و یک نوشته سفارشی است به یه نوعی، سفارشی دستگاه خلافته، و سعی شده در اون یه مقدار این تناقض‌ها رو بگیرن و بازم موفق نشدن، قبل از اون ببینیم که پاره هایی از زندگی پیغمبر مثلا در نوشته های دیگر اومده، در سیره نویسان اومده، در حدیث اومده و غیره، میبینیم که در همه چیز تناقض هست و در مورد هیچی ما نمیتونیم یک نظریه قاطع داشته باشیم. تاریخ تولدش، تاریخ هجرت، تاریخ وفاتش، تعداد همسرانش، تعداد بچه هاش، شما فرض کنید تعداد بچه های پیغمبر نسبت به بسته به منابع مختلف از 1 هست تا 13، تعداد جنگهاش، شخصیتش خیلی متناقضه. ما یک پیغمبری داریم که بسیار گوشه‌گیر و زاهده و زندگیش به دعا و به گوشه‌نشینی و به مراقبه میگذره، بسیار آدم ملایمیست، نرمه، با دیگران بسیار مهربانه، با زنان بسیار مهربانه، فقیره، با همه اینها رو داریم. و از یک طرف دیگه پیغمبری داریم که جنگجوه، دیگران رو شکنجه میده، براش هدف هر جور وسیله‌ای رو موجه میکنه، زنان رو دوست نداره، ثروتمنده. خب کدوم یکی از اینا رو میتونیم بگیریم؟ چه تاریخی به دنیا اومده؟ تاریخ هجرت دقیقاً کی بوده؟ قرآن رو چه جوری بهش رسیده و به کیها منتقل کرده؟ ما حتی لیست کسانی رو که اومدن و مثلا به اونجور که سنت میگه مصحف عثمانی رو درست کردن، ما لیست دقیقشون رو نداریم، در صورتی که مهمترین اتفاقاتی است که افتاده. ما نمیدونیم چه کسانی دقیقا اومدن کنار زید بن ثابت، طبق گفته های سنتی اومدن قرآن رو به کتابت کشیدن، ما دقیقا لیست های متفاوت داریم. بنابراین چیزهای خیلی کمی دونیم. حضرت علی به همین نحو، حضرت علی شاید حتی تناقضات بیش از حضرت پیغمبره، به دلیل اینکه علی یه شخصیت بسیار یگانه است، در اینکه شخصیت بسیار مهمی است هیچ حرفی نیست، و اینکه یک مشخصه هایی داره که دیگر صحابه پیغمبر اصلا ندارن،
و اون مرکز ثقل این اتفاقاته. یعنی اگر ما از جنگ‌های داخلی صحبت می‌کنیم، بیشتر جنگ‌هایی است که دستگاه‌های خلافتی با علی و علویان می‌کنند. و اینکه بعد پس خیلی شخصیت اختلاف برانگیزی است، حتی به عنوان اینکه داماد پیامبر بوده، پدر تنها بازماندگان مذکر پیامبری که خودش یه نقش خیلی مهمیه به امیده. ما نوشته هایی داریم که او خودش رو به عنوان مسیح ثانی معرفی میکنه و میگه من عیسای این زمان هستم و بنابراین منجی آخر زمان هستم. الان شخصیت بسیار اسرارآمیز و یگانه است و در اطراف او اختلافات زیادی و خشونت های زیادی هست. بعد از وفات پیغمبر میبینیم که اون چیزی که بازم سنت میگه و در این تقریبا متفق القولن منابع با اینکه با هم خیلی متناقضن، اینه که در باره شخصیت علی اختلاف هست در این همه متفق القولن. در زمان بنی امیه منفوره، در زمان بنی عباس که خودشون از بنی هاشم هستن سعی میکنن دوباره علی رو بیارن در تاریخ خلافت و بنابراین ازش تصویری رو بدن که به نفع خلفای عباسی است و بنابراین یک اون هم یک تصویر بسیار متناقض و پر از تضاد و پر از علامت سوال داره من راجبش. او هم همینجور اگر بخوایم علی تاریخی رو، اون چیزی که برای ما مسلمه، مطالبی که در موردش میدونیم روی کاغذ بیاریم، شاید بیش از یک صفحه نشه. و اینجا میرسم به سوال شما و اینکه شاید برای مؤمنین این موضوع خیلی مهم نباشه، چون من فکر میکنم که اگر داریم در مورد ایمان صحبت میکنیم، اون موقع جنبه های درونی و جنبه های قلبی یک دین مطرح میشه. بنابراین اون چه که مطرحه برای یک مؤمن، چهره دینی، چهره معنوی و چهره عرفانی پیامبر و چهره عرفانی علیه. و برای اینها واقعیت تاریخی این چهره معنوی است. شما هر به یک آدم مؤمن بگین که آره ما نمیدونیم دقیقاً، اونقدر شاید براش مهم نباشه، ولی اون چه که مهمه و براش واقعیت داره، واقعیت عینی داره در زندگی روزمرهش، چهره های معنوی اینهاست و اینکه نمونه های زندگیش هستن. و نمونه های زندگی که میگیم نه حتما بگیریم، به خصوص برای من کاری به اسلام سیاسی و اینها که البته بسیار میبینیم نتیجه کارش بسیار وخیمه و تراژیکه به یه نوعی، ولی هر چی بگیم به هر حال یک اسلام اقلیته. اکثریت قریب به اتفاق مسلمین با اینها مخالفند و قربانی این اسلام هستند و برای اونها اون چی که مهمه چهره های معنوی این آدم هاست، نه اینکه چه جوری جنگیدن، نه اینکه کی رو کشتن، نه اینکه با کی حکومت کردن. اون چی که مهمه اینه که اینها الگوهای معنوی این هستند و افقهای معنوی و درونی این آدم ها هستند و واقعیت تاریخی برای اونها اینه. خب سوالی که من میخوام بپرسم اینه که تو این بافتاری که شما موضوع رو توضیح دادید، اولا که وقتی درباره تاریخ زندگی پیامبر حضرت علی صحبت میکنیم و چنان که شما گفتید بر اساس منابع موثق تاریخی احتمالاً بیش از یک برگ پیدا نمیکنیم، این استثناءً درباره اسلام و مسلمانانه یا شامل حال مسیحیت، یهودیت، موسی، عیسی، ابراهیم و بقیه پیامبران ادیان ابراهیمی هم میشه؟ این سال اول من، یعنی میخوام بگم که این مسئله از یه جهتی به خاطر وضعیت انسانی و وضعیت جهانی اینه که از یه تاریخی به اون طرف ما تاریخ مکتوب به این شکلی که امروز داریم احتمالاً نداشتیم و شامل حال همه بشریت میشه یا شامل حال یه قسمت خاصی از تمدن بشری میشه. سوال دوم من به این ماجرای واقعی بودن اسلام مربوط میشه، چون هر کسی از دید خودش اسلام واقعی رو داره. اسلام واقعی یعنی چی؟ کدوم یکیش واقعی است؟ ببین، مطلبی که من گفتم راجع به این که مورخ اون چیزی که میتونه به طور موثق از توی منابع در بیاره بیش از یک صفحه نیست، در مورد شخصیت‌های دیگر ادیان ابراهیمی اسمش رو بگذاریم هم صادق. ما راجب موسای تاریخی، راجب ابراهیم تاریخی یا حتی راجب عیسای تاریخی چیز زیادی نمیدونیم.
عیسای تاریخی، حالا شاید تا حدی بتونیم بگیم میتونیم خودمون رو پایه‌گذاری کنیم نظریتمون رو راجع به در انجیل ها، ولی اون هم الان مشخص شده که بیشترش 80% رو واقعیت های تاریخی نیست. در مورد موسی و ابراهیم که حتی اون رو هم نداریم. ولی دو مطلب هست. یکی این که در تاریخ ادیان این یه قاعده هست، هیچ چیزی از عدم به وجود نمیاد. یعنی یک آدمایی که بسیار اهمیت تاریخی، حتی اگر واقعیت تاریخیشون اون چیزی نیست که در متون آمده، ولی مطمئناً چیزی بوده که بر اساس اون یک شخصیت ساخته شده. بیهوده سخن بدین درازی نبود. بله. یکی این مطلبه، دیگری این که بعضی وقتها تصویر تاریخی و چهره تاریخی اهمیتش کمتره تا چهره معنوی. تأثیری که در تاریخ گذاشته، در واقعیت تاریخ. ابراهیم تاریخی رو ما نمیشناسیم، ولی ابراهیم معنوی روی سه دین بزرگ تأثیر عمیق گذاشته، روی یهودیت، روی مسیحیت و در اسلام. بنابراین این چیزی که من میگم در مورد دیگران هم صادقه. اما یک چیزی که شاید مختص به اسلام باشه، مطالبی است که من گفتم، یعنی این که پیدایش اسلام، تولد اسلام در یک فضای جنگ‌های داخلی خیلی خشونت باره. یعنی بین مسلمین، حتی شاید جنگ‌های داخلی بیشتر از کشته دادن تا شاید فتوحات. تمام شخصیت‌های بزرگ اسلامی به مرگ خشونت بار مردن و به دست دیگر مسلمین به قتل رسیدن. این یه چیز خیلی خاصی است. بعد فتوحات اتفاق میفته همزمان با این جنگ ها و این ماجراها، یعنی این خشونت ها، حالا چه خشونت داخلی چه خشونت خارجی، جنگ های به اصطلاح فتوحات عرب، چند قرن طول میکشه. یکی دو سال نیست، چند قرن طول میکشه. یعنی ما نگاه میکنیم که مثلا فرض بکنین انقلاب های مسلحانه در زمان بنی امیه و در زمان بنی عباس، این تا قرن سوم هجری ادامه داره و این خیلی خاص اسلامه. بنابراین از این بابت باعث میشه که با یک عینک های انتقادی بیشتری باید تاریخ بعد اسلام رو نگاه کنیم تا اونهای دیگه. برای اینکه اینقدر مسئله شاید نبوده در پیدایش، یا ما نمیدونیم مثلا فرض کنیم یهودیت یا مسیحیت دیگه، به خصوص این خشونت ما بین خود مسلمین. به نظر من این یکم مختص اسلامه. تاریخ یه یگانگی میده به بررسی تاریخ پیدایش اسلام. اینکه اسلام واقعی چیست، همونطور که شما گفتین هر کسی برای خود اسلام واقعی خودش رو داره. اسلام واقعی برای مورخ، من دارم میگم، من کاری به مؤمنین ندارم، برای یه مورخ هر آنچه که شاید در تاریخ اسلام اتفاق افتاده و به اسم اسلام اتفاق افتاده واقعیت داره. یعنی مثلا فرض بکنید که اگر برگردیم به دوران فعلی، البته ابلهانه است که ما بگیم اسلام داعشه، اسلام طالبان، اسلام جمهوری اسلامی است. احمقانه است. خب این خیلی محدود کردن اسلام. ولی همونقدر هم احمقانه است که بگیم داعش اسلام نیست، طالبان اسلام نیست، جمهوری اسلامی است. اینها هم جزء اسلامه، چون اینها ایدئولوژی هایی است که بر اساس یک سری متون اسلامی شکل گرفته، متکلمین خودش رو داره، متفکرین خودش رو داره. درست خیلی موقع ها جنبه های وحشیانه خیلی خشونت بار داره، ولی ایدئولوژیش میشه جزء واقعیت تاریخی اسلام. بنابراین همه اینها اسلام واقعیه. منتها اسلام واقعی به دست آوردنش خیلی مشکله به دلیل چندگانگی اسلام. یعنی شما وقتی که همجور که میدونید اسلام فقط یک دین نیست، یک تمدن یا تمدن‌هایی است که از فرهنگ‌های مختلف ترکیب شده که از موریتانی و مراکش میره تا اندونزی، آفریقای سیاه، بالکان،
آسیای مرکزی، شبه جزیره هند، اینها باعث میشه یک کثرت عجیبی هست و ما باید از اسلام ها صحبت کنیم. اینکه ما بگیم اسلام چی میگه و اسلام و مسلمان، نه، این اسلام ها خیلی با هم دیگه فرق دارن. ما همیشه اولا به خصوص در اروپا یک خلطی هست بین اسلام و عربیت. ما رو دارم راجع به فرانسه میگم، ولی فکر میکنم همینطور باشه در همه اروپا. وقتی میگم اسلام، همه فکر میکنن عرب. عرب ها و عرب زبان ها تقریبا 15-16% مسلمان ها هستند. نصف جمعیت مسلمان دنیا در شبه قاره هند، نصفشون، یعنی در هند و پاکستان و بنگلادش، نصف مسلمین دنیا اونجا که نه ربطی به زبان عربی دارن، نه ربطی به فرهنگ عربی دارن. بزرگترین کشورهای مسلمان دنیا نیجریه است و اندونزی، یکی در آفریقای سیاه، یکی در آسیای شرق دور. اینا هیچ ربطی نه به عربا دارن نه به زبان عربی. و این خیلی نکته مهمیه. یک اسلام سودان هیچ ربطی به اسلام تاجیکستان نداره. اسلامی که در آلبانی ما میبینیم ربطی به اسلامی که در ماداگاسکار هست نداره. اسلام ایرانی هیچ ربطی به اسلام چاد یا مالی نداره. اینا همشون اسلام هست. و برای کسانی که دارن این اسلام رو بهش مؤمنن و بهش عمل میکنن، اسلام واقعی هست. ولی هیچ کدوم غیر از یک نکته بسیار اندکی که اینا همه با هم مشترک دارند، باقیش تفاوت‌های اساسی دارن، هم از لحاظ عقیدتی و باوری، هم از لحاظ عملی. و اونجوری که این ایمان خودشون رو هر روز دارن زندگی میکنن، اینا خیلی با هم دیگه فرق. حالا سوالی که من دارم، ببینید، وقتی میگیم که اسلام واقعی، همونجوری که شما میگید ما یه دونه اسلام نداریم، اسلام‌های متعدد داریم در فرهنگ‌های مختلف، در دوره‌های مختلف، در تاریخ‌های مختلف تحول و تکامل پیدا کردن، هر کدام از اینها چه معتدل باشن، چه میانه‌رو باشن، چه تندرو باشن، به هر حال بخشی از تاریخ اسلام هستند و نمیشه اینها رو زدود از تاریخ اسلام. وقتی ما داریم از اسلام مورخان صحبت میکنیم، یا در واقع وقتی داریم میگیم آنچه که ما با قطعیت احتمالاً میتوانیم، که اونم احتمالاً میتونیم درباره صحبت کنیم، محدود، منحصر است به یه چندین گزاره خیلی جزئی. این اولین چیزی که به ما میگوید این است که، تصحیح کنید اگر اشتباه میکنم، که درباره تمام ادعاهای کلانی که هر انسانی از جمله یه مسلمان یا یه شیعه میتواند درباره بشریت، درباره مسائل کنار عالم بکند و اینا رو مستند بکنه به این حدیث، روایت، قرآنی، حرفا، همیشه آدم باید با احتیاط برخورد کنه. یعنی علامت سوال جلوش بذاره، یا دست کم باید فروتنی معرفتی نشون بده که یه جای کار ممکن اشکال داشته باشه. نه به این دلیل که مثلا خدایی وجود نداره یا پیغمبری وجود نداشته یا مثلا یه اشکالی در کار وحیه، به این دلیل که یه فرایند تاریخیه، در این فرایند تاریخی انسان به طور طبیعی خطا میکنه. این برداشت من آیا درسته؟ کاملا. یعنی به هر حال به یه نوعی نگاه یه مورخ، این نگاهه یه نگاهی است که خیلی باید فروتنانه باشه، از این جهت که منابع مسئله برانگیزن. ما از لحاظ، ببینید، من شاید سوال شما، نمیدونم میتونم اینطور جواب بدم یا نه، بزرگان، برخی بزرگان اسلام اومدن یک تمایزی برقرار کردن بین ایمان و عقیده. ایمان یک احساس بسیار عمیق و اسرارآمیزه، از اعماق وجود میاد، معلوم نیست از کجا میاد، چیزی مثل عشقه و مربوط میشه به یک سری عناصر ریشه‌ای انسان. من از کجا اومدم، به کجا دارم میرم، بعد از مرگ چه میشم، پشت این حقیقت مادی حقیقت دیگری هست، من میخوام ببینم این حقیقت چیه. آدم هایی هستن که این حقیقت رو به یه نوعی کشف کردن و من میتونم از اونها درس بگیرم. اینها چیزای ایمانی است، چیزای بنیادی، و اینها ربطی زیاد به محیط و
به خانواده و به تربیت و به اجتماع و به سیاست و اینها نداره. این رو مثلا ابن عربی راجبش صحبت کرده، غزالی راجبش صحبت کرده، اومدن به اصطلاح تفاوت قائل شدن بین ایمان و عقیده. ایمان هم چیز بنیادی و از ریشه های وجود شاید برمیاد، عقیده چیز دیگری است، مربوط میشه به چیزهای ثانوی، مربوط میشه به جزئیاتی که هر کسی ممکنه توش یه سری با هم فرق داشته باشه. عقاید مربوط به لباس میشه، مربوط به عبادات میشه، را اینکه عبادات نقششون چیه، و این چیزهای ثانوی بسیار مربوط میشن به تاریخ، به جغرافی، به فرهنگ، به جامعه، به تربیت، به خانواده و امثال اینا. امثال ابن عربی و غزالی اومدن گفتن بعضی وقتا این دوتا در تضاد قرار میگیرن. بعضی عقیده ها هستند که نه تنها ایمان رو سست میکنه، ایمان رو آلوده میکنه، و برای محکم کردن ایمان شاید این عقاید رو باید گذاشت کنار. اون چیز که شما میگین به یک نوعی اینکه حدیث چی میگه، ما چجوری باید لباس بپوشیم، سبیلمون باید چه اندازه باشه، ریشمون چقدر باید باشه، شلوارمون بلند باشه یا کوتاه باشه، و حتی پیشتر میریم، نماز رو چجوری باید بخونیم، روزه رو چجوری باید بگیریم، که بر اساس یه سری جزئیاتیه که شاید از در ایمان در اومدن، ولی دیگه جنبه ایمانی ندارن، جنبه عقیدتی دارن. و اینها یه مقداری ما نمیتونیم بگیم که یک نفر زندگیشو بر اساس این قرار بده، بده اینکه زندگیش اون چیزی که به زندگیش معنا میده جنبه های ایمانیه، جنبه های عقیدتی، جنبه های مناسکی و عقیدتی نیست. و از این بابت به نظر من اون چیزی که شما میگین، یعنی مثلا اگر فرض کنیم میگیم حدیث، ما خیلی هر چیزا رو بر اساس حدیث میگذاریم، من نمیدونم اون کسانی که اینقدر، یا حتی بر اساس قرآن، ما اگر بیام از نظر تاریخی نگاه بکنیم تدوین قرآن رو، مطالب قرآن رو و مطالب حدیث رو، حتی اون چیزهایی که خود مسلمان ها راجع به این گفتن، راجع به تاریخ قرآن، شما ببینید چقدر توش، مثلا میگم حتی اهل سنت میان میگن با اختلاف بوده در بین نسل های اولیه دانشمندان اسلامی در مورد قرآن، قرآن های متعددی در جریان بودن در سرزمین های اسلامی، مصحف های مختلف، ما میگیم از مصحف ابو موسی اشعری، مصحف ابی ابن کعب، مصحف ابن مسعود، مصحف علی، مصحف های مختلف. خب و حتی منابع سنی راجع به اختلاف اینها میگن، یعنی یه چیز اختصاصی شیعی نیست، نه حالا شیعه که شیعه اولی راجع به تحریف میگه اون رو میگذاریم کنار، ولی خود منابع سنی مثلا ابن مسعود معتقد بوده که سوره اول فاتحه و دو سوره آخر معوذتان جزء قرآن نیستن، اینها دعاهای پیغمبرن، نیایشن، و اون کسانی که این قرآن رو تدوین کردن بی خودی اینا رو اضافه کردن به قرآن. یعنی مصحف ابن مسعود 114 تا سوره نداشته، 111 داشته. برعکس ابی ابن کعب، اینا بازم منابع سنی میگن، کتاب المصاحف مثلا سجستانی، دو تا سوره اضافه داشته نسبت به، یعنی 116 تا سوره بوده که اینها رو سجستانی در کتاب المصاحف میاره. یعنی اینا اختلاف داشتن با هم دیگه. ما در منابع شیعه میگن قرآن علی سه برابر قرآن رسمی بوده، قرآن یعنی قرآن رسمی دو سومش حذف شده. اینها چیزاییست که خود منابع اسلامی میگن. با حدیث، من نمیدونم کسانی که مثلا فرض کنین که راجب صحاح اهل سنت، کتابای صحیح اهل سنت، آیا هیچ وقت مقدمه بخاری و مقدمه مسلم رو خوندن به کتابای حدیث؟ زود میرم به این حدیث چی گفته راجب چی. هر دو اینها میگن قرن سوم هستیم، اولا خب خیلی متأخره، و میدونیم که خود مسلمان هم میگن که اصولا جعل حدیث یه شغلی بوده، یعنی آدم بودن کارشون جعل حدیث بوده، صدها و هزاران حدیث درست میگن، پول میگرفتن،
حالا از دستگاه خلافت یا از قدرتمندان دیگر یا فلان حدیثایی بسازن که به نفع اون اربابشون بوده. خب اینو خودشون میدونن، جاهل حدیث این یه شغل بوده. مسلم و بخاری در مقدمه‌شون میگن ما حدود 1,000,000 حدیث در اختیارمون بود، رفته بودیم جمع کرده بودیم فی طلب العلم اینها رو، 1,000,000. از این 1,000,000 هر کدومشون رو، بخاری رو بگیریم، حدود 7,000 در میاره که اگر حدیث‌های تکراری رو کنار بگذاریم در این 7,000 میرسیم حدود 5,000. یعنی خود بخاری معتقده که از نمیدونم چه درصدی میشه 5,000 روی 1,000,000، 0.0 خورده ای، اینها به نظر اون صحیحه. یعنی 99 خورده ای خود بخاری و خود مسلم میگن اینا جعلی هن. خب این نشون میده که یعنی، و تازه اون چیزی که اینها به عنوان صحیح میگن الزاماً مورخه، کسی که داره تاریخی حدیث رو بررسی میکنه واقعیت تاریخی نداره، چون بخاری و مسلم هم دارن در یک محیط به خصوص مذهبی سیاسی مینویسن. مضاف بر این که خود اینها هم با همین مقدمه حتی درباره همینایی که خودشون هم حفظ کردن یه فضای تشکیکی فراهم میکنن دیگه. البته. و بعد از نظر مورخ خب حالا شما میان میگین آره یه متن داریم، یه سند داریم، سندها اگر اینجور باشه نشون میده که، ولی نه، سند هم به هر حال ساخته این آدما میتونه باشه. بنابراین ما این عینک انتقادیمون باید در همه این موارد به چشممون باشه. ما نمیگیم که حتما همه اینا، موضوع این که از نظر تاریخی اینا مورد شک هستن منظوری نیستن باید ریخت در سطل آشغال، موضوعی نیست. موضوع اینه که باید این رو بدونیم که در یه شرایط تاریخی اینا نوشته شدن و توشون خیلی اختلاف بوده و بین خود مسلمین اختلاف بوده. این اختلافات رو اسلام شناسان نیوردن تو کار، اونا خودشون آوردن. اسلام شناسان میان این اختلافات رو بررسی میکنن، یه موقعی خود مسلمین سعی میکنن که تناقض ها رو از بین ببرن، پاک کنن، به قول فرانسوی بزنن زیر قالی خاکو. برعکس مورخ سعی میکنه بیاد ببینه این تناقض ها هستن و چه جوری میشه مطالعه شون کرد و نشونه چه چیزهایی هستن. برعکس این تناقض ها رو باید مطالعه کرد. پس مختصر ماجرا این است که به جای این که با این بازمانده های تاریخی، این پیکره حدیث و متن و سند و اینها با جزمیت و قطعیت برخورد کنیم، مورخ به ما میگه که باید با اینا با احتیاط برخورد کنیم. البته بچه بس و شاید مؤمن هم همینو ما بگه، به خاطر اینکه ببینید من بین مؤمن و کسی که جزمی نگاه میکنه اینجا یه تفاوت قائل میشم، به اون معنی که شما از ایمان استفاده کردید، به خاطر اینکه مؤمن هم لابد میپذیره که انسان در مؤمن بودنش. اینجا من میخوام به این سوال برسم که درباره امامت و درباره شیعه و درباره حضرت علی به طور خاص مطرح شده و اونم بحث غلو است، یا به تعبیری تعارض بین غلو و تقصیر، یعنی اون صفات و ویژگی هایی که شیعیان برای حضرت علی و برای اهل بیت پیامبر و برای ائمه شیعه به طور کلی، حالا چه شیعه اثناعشری باشه چه شیعه اسماعیلی باشه، قائلند. ما علل اصول دو تا روایت خیلی کلی ظاهرن داریم، یه عده معتقدن که پاره‌ای درباره امام علی و فرزندانش غلو میکنن، یعنی در حد خدایی و الوهیت اینها رو میبرن بالا، و عده دیگر میگویند که این نظریه مشهور است که پیامبر، امامان هم علمای ابرار بودند، هیچ ویژگی‌های خیلی امتیازهای خیلی خاص آسمانی اسطوره‌ای عجیب غریبی نداشتند و سعی می‌کنند در واقع یه تصویر به روایت خودشون معتدل‌تری از این امامان ارائه بدن و مبنای ادعاشون هم اینه که تمام این حرفایی که ناظر بر یا دال بر یا اشاره می‌کند به خصلت الوهی یا خصلت فرازمینی یا اسطوره ای امامان یه چیزی بوده که بعدها ساخته شده. سوال من اینه که ما چگونه میتوانیم درباره این ادعا که بالاخره از نظر شیعیان جایگاه و منزلت امام در برابر جایگاه و منزلت نبی یا پیامبر چه تفاوتی داره، چگونه میتوانیم بگیم این غلوآمیزه یا این تقصیرآمیزه، اینو چجوری میتونیم مشخص کنیم؟ مشخص کردنش باز هم باید رجوع بکنیم به متون.
و یک سری واقعیت‌های تاریخی که تا امروز ادامه داره. این چیزی که شما میگین به نظر من اختلافی است که بین دین درونی هست و دین برونی. اون چیزی که به عنوان قلوف مطرح میشه همش مربوط میشه به یه دین درونی، به یه دین عرفانی، به یه دین باطنی. و اون کسانی که میان میخوان میگن این جنبه های الوهی و ربانی ائمه قلوفه که شاید برخی بهش به اسم تقصیر یا فقط این نیست که ائمه رو پایین بیارن، اینه که علما رو بالا ببرن. این دوتا حرکت با هم انجام میشه، یعنی یه مقدار از تقدس ائمه رو میارن میدن به علما، یعنی به فقها و به متکلمین و به خصوص به فقها. یعنی شما وقتی دستت به اونی که بالا هست نمیرسه اونو میاری پایین، دست خودت میاری پایین، اون کسی که پایینه میبریش بالا. بنابراین این موضوع اینه که شما وقتی از اهمیت دین عرفانی یعنی دین دل، دین قلبی کم میکنی، مجبوری که اهمیت دین برونی رو که دین فقاهتیه بیاری بالا. اینجا یک نوع تخاصمی هست بین این دین درونی و این دین بیرونی. و باید دید که مؤمنین چجوری زندگی میکنن. من این آخرین کتابی که نوشتم راجع به چهره عرفانی علی است. اسمش رو اگه ترجمه بکنم میشه علی سر مکنون. همونجور که گفتم ما راجع به علی تاریخی چیز زیادی نمیدونیم. ما از همون بعد به کار در مقدمه میگم موضوع این کتاب علی تاریخی نیست، چون ما علی تاریخی رو نمی‌شناسیم. علی عرفانی است، چهره درونی و عرفانی علی است موضوع کتاب. موضوع این کتاب موضوع تدریس من از 10-15 سال پیش تا به حال، ولی اون چیزی که باعث شد من این مطالعه رو شروع بکنم در چندین سال پیش یه سوالی بود برای من مطرح شد که چرا از میان تمام صحابه پیغمبر فقط علی است که تا به امروز مرکز ثقل ایمان چند صد میلیون نفره. فقط علی. ما صحابه مهم دیگری داریم، حالا چه برای اهل سنت چه برای شیعه ها. خب برای اهل سنت عمر شخصیت بسیار مهمی است، به عنوان کسی که عامل فتوحات بود و امپراتوری اسلامی رو، حالا درست یا غلط کاری نداریم، از لحظه عقیدتی و اون چیزی که متون میگن اینه، یا صحابه دیگر. ولی چرا تقریبا همه این صحابه خوب بسیار محترمن ولی یک دین به خصوص و یک ایمان به خصوص در حول و حوش این صحابه شکل نگرفته؟ در مورد علی شکل گرفته از زمان از بعد به پیدایش اسلام تا الان، یعنی غیر از برای شیعه ها که خودشون 200 خورده میلیونن، 12 امامی، اسماعیلیه، زیدیه، حتی کسانی که شاید به اسم خود به خودشون نگن شیعه ولی در واقع تئولوژیشون و خداشناسیشون خداشناسی مثل بکتاشی ها، مثل علویان سوریه، مثل علویان ترکیه، مثل یارستان کرد و غیره، و خیلی از صوفیه، برای اینها علی هنوز مظهره. مظهر یعنی چی؟ یعنی محل ظهور اسماء و صفات خداوند. همه اینا و اینها میشن چند صد میلیون، شاید نزدیک، شاید 350-400 میلیون نفر. شما مثلا فرض بکنین که درویشای قوالی، قوالای پاکستان که درویشای قادری سنی هستن که به اصطلاح موسیقی میزنن و ارکستر کنسرت میدن، اینها کنسرت اینا همیشه با یه قطعه شروع میشه، سنی هم هستن، در مورد الوهیت علی. الان، همین الان. چرا؟ چرا ما هم چیزی رو در مورد صحابه دیگه نداریم؟ شعر فارسیه یعنی. یا اردوه یا بله. حتی بیشتر خیلیشون شعر فارسیه. یه سوالیه. چرا علی؟ چرا علی مظهریت داره؟ شما هر جایی که برید، حتی بین صوفیه اهل سنت، یک سری حدیثی هست که از منابع شیعه رفته ولی اونها بهش معتقدن، عمل
معرفتی به نورانی ها معرفت الله، شناخت من داره علی، این حدیثی است که منصوب به علی، شناخت من به عنوان نور شناخت خداست و شناخت خدا شناخت من است به عنوان نور. هیچ کدوم از دیگر صحابه پیغمبری همچی حالتی نداره. یعنی یک جور یگانگی داره این شخصیت که 1500 سال ادامه داره و این شخصیت تاریخیش نیست. یعنی کسی نمیگه خب آره مثلا شمشیرش دو شاخه بود ذوالفقار، یا اینکه چند نفر رو در مثلا خیبر کشت، یا نه، این شخصیت درونی و عرفانی علیست. یا امثال مثلا خطبه هایی که ما میدیم، خطبت البیان و خطبت الافتخار و اینا، که علی داره از خودش صحبت میکنه و به خودش صفات الهی میده. یا حتی وقتی که خودش میگه من دو چهره دارم، یه چهره انسانی دارم و یه چهره خدایی، لغاتی که به کار میبره ناسوت و لاهوت که لغات ارامی هستند، لغاتی هستند که در به اصطلاح در متون مسیحی در مورد طبیعت انسانی و طبیعت ربانی عیسی مسیح از همین کلمات استفاده میشه. یعنی ما یک چهره مسیحایی داریم. شاید این چهره مسیحایی است که این اهمیت رو به علی داده. و برای اینها دارن این رو زندگی میکنن. دین این چند صد میلیون نفر، ما حالا داریم فقط از شیعه ها صحبت میکنیم، همونجور میتونیم در مورد سنی ها صحبت کنیم و اون کسانی که جنبه های قلبی و جنبه های معنوی دین براشون مطرحه. یعنی ما مسلمان سنی صوفی داریم که همچنان با اون مسلمان به اصطلاح راستگیش تفاوت داره و به جنبه های ایمانیش توجه داره در اسلام. و برای اینها اسلام فقاهتی شاید اصلا مطرح نباشه. شما برید از یک شیعه مؤمن بپرسید، بگی که امامای ما علمای ابرار بودن، اینها مثل فقهایی بودن که شما میشناسید، ببین قبول میکنین. بگین علی یا عالم بوده که فقهش خیلی خوب بوده، کلامش خوب بوده، خیلی خوب، ولی بیش از اون نبوده. اون وقت آیا اون وقتی میگه یا علی مدد، یا وقتی میگه دست علی به همراهت، اینا ببینید یه چیزهایی که وقتی اصطلاحات عامیانه میشه اینا هم از عدم نیومده، اینا ریشه های خیلی قدیمی و ریشه های عمیق درونی داره. و بنابراین نمیدونم به سوال شما جواب دادم یا نه، ولی این دو اسلام همیشه با همدیگه یه جوری در تنش بودن. یعنی اسلام درونی معنوی که جنبه های ایمانی داره و اسلام بیرونی فقاهتی که جنبه های اعتقادی داره. و متاسفانه الان شاید این اسلام فقاهتی چون خیلی جاها به قدرت سیاسی رسیده، سعی تقریبا داره خفه میکنه اون اسلام درونی قلبی رو که اغلب آدم ها داشتن خیلی با آرامش زندگی میکردن باش. حالا به کار دیگری نداشتن. در به موازات همین صحبت اشاره میکنم به این تعبیر چهره ناسوتی و لاهوتی امام یا اون جنبه ظاهری یا باطنیش. ما در الهیات اسماعیلی، در شیعیان اسماعیلی و به طور خاص بعد از دوره علموت به بعد، یعنی بعد از اینکه شهرستانی در واقع مسیر فکری اسماعیلیان نظاری رو تغییر میده، تعبیر کمابیش مشابهی درباره امامان داریم. یعنی امام یه چهره خلقی دارد و یه چهره امری، درست موازات همون ناسوتی، خلق قسمت ناسوتیش، امر قسمت لاهوتیش. و این امام مظهر اسماء و صفات الهی است که ریشه در همون حدیث مشهور منصوب به امام جعفر صادق دارد که نحن اسماء الله الحسنا و صفات الاولیا. و بعد این امام میشه مظهر کلمه الهی، دقیقا امتداد همون. حالا این امام در کسوت قائم است، یعنی امام سلش قائم، امامی که کارکرد ویژش جنبه قیامتی دارد، یا به تعبیری اگر بخوایم خیلی با اون ادبیات که شما به کار بردید، ناظر به جنبه ایمانی زندگی مردم است تا ناظر به جنبه مناسکی. به این معنا وقتی ما از قیامت در برابر شریعت صحبت میکنیم، در واقع داریم میگیم که امام کسی است که
به جای فروکاستن دین به جنبه‌های مناسکی و اعتقادی، حالا ممکنه بالاخره اینا وجود داشته باشن، ناگزیر وجود دارن تو شکل دادن به جامعه ها، توجه مردم رو جلب میکنند به اون جنبه ایمانی که در واقع، حالا من نمیدونم این تعبیر درسته یا نه، که بشه گوهر دیانت، که بشه روح دیانت، که بشه روح ایمان در واقع. اون چیزیست که شما بین تمام این کسانی که اسم بردید مشترکه، یعنی ممکنه شیعه اسماعیلی باشه، شیعه اثناعشری باشه، زیدی باشه، علوی باشه، بکتاشی باشه، صوفی سنی باشه، و آن چیزی که اینها رو به هم پیوند میدهد همچنان باز شخصیت علی است. این برداشت من درسته؟ بله، برای اینکه یعنی با واقعیت تاریخی اون مؤمنین هماهنگه اون چیزی که شما داره میگی. چیزی که من میگم مناسک رو نمیبره زیر سوال، منتها مناسک در ذیل جنبه های درونی هستند، نه برعکس. یعنی دیانت واقعی قلبی رو مناسک مشخص نمی کنند، برعکس. مناسک هستن که توسط اونها تعیین میشن. من فکر میکنم که سمبل این حدیث معروف باز علی است که این دوتا جنبه رو میاد. وقتی که نمازش رو میخونده یکی ازش میپرسه که علی آیا شما خدای رو که میپرستی میبینی؟ میگه من خدای رو که نبینم نمیتونم بپرستم. ما اعبد ربن ما لم اره. یعنی خدایی که داره پرسته میشه باید انقدر زنده باشه و حضور داشته باشه که دیده بشه. حالا ما در تشیع خوب میگیم این امامه به عنوان مظهر. یعنی علی اون چیزی که تفسیر عرفانی که از این موضوع میشه، اون چیزی رو که علی به عنوان رب خودش میبینه حقیقت خودشه. و بعد اون طرف میگه پس شما چجوری میبینیش؟ میگه مواظب باش، به چشم سر نمیبینم، به چشم دل و به حقیقت ایمان میبینم. یعنی اینجا میاد اینه که این نمازی که من دارم انجام میدم، نیایش که دارم انجام میدم، یک شرط داره و اون کسیه که مورد نیایش منه باید به چشم دل و به حقیقت ایمان دیده بشه. یعنی اینجا ما یه مسئله مشاهده پیش میاد برام. یه چیزی مثل نماز و اصولا مناسک باید در چنان حالت حضوری انجام بشه که مثل اینکه شما دارین اون کسی که مورد نیایشه میبینی. و در تشیع خوب، حالا در تصوف، حالا میتونه شیخ باشه یا نه، به عنوان خداوند پروردگار خالق، ولی به عنوان کسی که زنده است، جلوی شماست، کلمه ناطقه، و این شخص یک نمونه زنده است. یعنی یک خداوند انتزاعی در آن سوی جهان نیست که شما یه ایده باشه براتون. درست مثل عیسی که میشه کلمت الله. و اینجا برمیگردیم به اون خطبه های علی. وقتی میگه من عیسی این زمان هستم، شاید منظورش همینه. وقتی میگه ما میگیم که امام قرآن ناطقه، خیلی نزدیک به اون چیزی که عیسی میگه من کلمه زنده خداوند هستم، لوگوس. ما خیلی نزدیکیم اینجا. و این اون چیزیست که برای مؤمنین زندگی ایمانیشون بر اساس اینه، برای اینکه برایشون یک الگوهایی هست که الگوهای زندن و الگوهایی هستش که میتونن برایشون نمونه های و افق های معنوی و درونی باشه. حالا سوالی که من میخوام بپرسم الان میخوام به قرآن مراجعه کنم و توی همون بافتار صحبتی که درباره تاریخ و تاریخیت و نگاه تاریخی موضوع رو آغاز کردیم برگردم. این سوال خیلی درازدامنی است در تاریخ اسلام که درباره وثاقت قرآن صحبت میکنن، که برمیگرده به اون موضوعی که آیا تحریفی صورت گرفته یا تحریفی صورت نگرفته. یعنی شما یه متنی دارید که قبلا شفاهی بوده، بعد چند دهه بعد از وفات پیامبر یه عده‌ای دوران جمع میشن که ما اتفاقا چون اینکه شما میدونید نمیدونیم دقیقاً چه آدمایی همشون بودن، اسمشون مشخص نیست و یه قبض و بستی ما داریم در این مجموعه
نسخه هایی که میشه قرآن. و این الان شده یه منبع، یا دست کم در اسلام تاریخی عقیدتی شده منبع ارجاع همه. یعنی کسی میخواد بگه که آقا مسلمانی ها چی میگه؟ آقا همین که در این قرآن نوشته شده. این روایت به نظر شما چه تفاوتی داره با قول به اینی که قرآن تحریف شده؟ اصلا ما میتونیم از تحریف اینجا صحبت کنیم؟ یعنی بالاخره وقتی ما میگیم تحریف، یعنی که شما، من برای شما این متن مینویسم، یه کسی این متن میره دستکاری میکنه، یه چیزی که خلاف این بیاد به شما ارائه میده. به این معنا ما میتونیم درباره تحریف قرآن صحبت کنیم؟ یا وقتی داریم میگیم قرآن موثق، کما اینکه این توی این آزمایشی که انجام شده، آزمایش کربن 14 و اینی که نسخه های قدیم قرآنی که به دست آمده، این آزمایش های مدرن چه چیزی درباره قرآن به ما میگوید و بر نگاه مسلمان عقیدتی تاریخی، یا بر نگاه اسلام مورخان یا قرآن مورخان و قرآن مؤمنان، قرآن اهل ایمان چه تأثیری میگذاره؟ ببینیم، من سوال رو به این نحو شاید مطرح نکنم که اینکه ما میتونیم بگیم تحریف هست یا نه. متونی هستند که گفتن تحریف بوده، این برای ما مهمه. متون شیعه زیادی هستن، حتی متونی که ما به عنوان متون به اصطلاح موثق قبول داریم، فرض کنین کلینی، کافی کلینی و امثال او، صفار قبل از او، سیاری و غیره. حالا بقیهشون به وثاقت کلینی هستن، ولی کلینی رو ما به عنوان یکی از کتاب‌های چهارگانه قبول داریم. خب یه قسمت بزرگی از کتاب الحجتش راجع به تحریفه. خب حدیث‌های زیادی آورده به عنوان اینکه آره قرآنی که قرآن رسمیه تمام قرآن نیست. حالا بعضی از علمای شیعه اومدن خواستن بگن نه، چون بعد از ابن بابوی ما دیگه همون حرف سنی‌ها رو میزنیم، یعنی میگیم نه این قرآن خود قرآنه، همون به قول خودشون ما بین دفتین، اون چی که بین دو جلد خود تمامی قرآنه. ولی قبل از ابن بابوی و بعد از او، حتی میگیم تا قرن بیستم، همیشه در شیعه کسایی بودن که گفتن نه، این قرآن یه قرآن تحریف شده است، قرآن رسمی، اون چیزی که بهش میگن مصحف عثمانی. یه مورخ این مطالب رو باید در نظر بگیره، در نظر بگیره، چون متنای خیلی زیادی داریم به خصوص در شیعه، و همونجور گفتم حتی متنای سنی داریم که اختلاف دارن در مورد این قرآن چجوری بوده. اون چی که مهمه برای مورخ اینه که تا قرنها بین مسلمانان اختلاف شدید بوده در اینکه قرآن چیه، ما به چی داریم میگیم قرآن. و قرآن های همچنین گفتیم مصاحف زیادی در جریان بوده. ما تا قرن چهارمه که دیگه تقریبا همه مسلمانان، شیعه هم همینجور، میان یک نظریه بسته متفق القول میشن که آره این مصحف عثمانی همون قرآنه و اصل وحیه. ولی تا قبل از او اختلاف زیاد بوده، اختلاف زیاد بوده. اون چیزی که شما راجع به کربن 14 و چیزهای دیگه میگین، اونها هم این اختلافات رو نشون میده. اولا ما تا در زمان عباسیان هیچ دست نوشته کامل قرآن رو نداریم. اولین دست نوشته هایی که دست خطای قرآنی کاملی که ما داریم از اول تا به آخرش مال زمان عباسیان، یعنی متأخره. اون نسخه هایی که قبل از او هست، مثلا نسخه صنعا یا نسخه های دیگری که هست، نسخه تاشکند، نسخه کامل نیستن. بنابراین ما نمیتونیم بر اساس اونها بگیم آره قرآن این بوده یا نبوده، چون همش نیست. و مطالعات که روی نسخه صنعا شده که به عنوان قدیمی ترین الان مطرحه، نشون میده که این نسخه اختلاف داره با متن رسمی قرآن. پس بنابراین این مسائلی بوده که به اصطلاح مسلمان رو قرنها به خودش مشغول داشته. حتی اون که الان فرض کنیم که شده یک دوگم مرکزی اهل تسنن که قرآن کلام غیر مخلوق خداست، خب این یک نظریه متأخره، یعنی میشه تاریخش رو نوشت احتمالا زمان متوکله، یعنی قرن سوم هجری. متوکل که برای برخی از مورخین بنیانگذار به اصطلاح روایت سنیه اسلامه، او میاد
بعد از 3 تا خلیفه مأمون و 2 تا جانشینانش که طرفدار معتزله بودند و طرفدار مخلوق بودن قرآن بودند و همجور شیعه ها، متوکل میاد دوباره یک به اصطلاح اهل سنت و جماعت رو پایگذاری میکنه، مسیحی ها، یهودی ها و شیعه ها رو و معتزله رو میکشه و اوست که همراه با یه عده متکلمین نظریه غیر مخلوق بودن قرآن رو پایگذاری میکنه که باعث میشه که دیگه بحثی راجع به این موضوع نشه. شما اگه بخواید قرآن رو از این به بعد ببرین زیر سوال، مثل که خدا رو بردین زیر سوال، برای اینکه این کلام غیر مخلوق خداست. یعنی خدا... ناگهان یه متن تاریخی زمینی بشری رو در ردیف خدای قرار داده، در ردیف خدای، جزو صفات خدا قرار داده. خب بنابراین دیگه بحثی نداره، از اون وقت کسی بخواد بحث بکنه میذارن میکشنش، میگن آره نه شما داری راجع به خود موجودیت خدا داری صحبت میکنی، ولی قبل از او بحث بوده. برای خیلی‌ها محتوای قرآنه که کلام خداست، غیر مخلوق، ولی اون چیزی که ما می‌بینیم یعنی انتقال پیدا کرده روی کاغذ، این انتقال به وسیله آدم‌ها صورت گرفته و بنابراین آدم‌ها میتونن مرتکب اشتباه شده باشن. معتزله همیشه و شیعه همینجور همیشه موضوع غیر مخلوق بودن کلام خدا، قرآن به عنوان کلام غیر مخلوق خدا، مسئله برانگیز بوده. بنابراین اون چی که هست اینه که اون هم باید دید که در نهایت در قرآن هم یک چیزهایی هستش که زمان ناپذیره، اون چیزهاییست که جنبه های ایمانی داره که شاید بتونیم بگیم اون چیزیست که میشه بهش گفتش که تبدیل شده به اصول دین، یعنی یگانه بودن خدا، یعنی پیامبرشناسی، اینکه خداوند گهگاه با یه آدمی صحبت پیامش رو میفرسته بهش و اون شخص اون پیام رو منتقل میکنه به امت خودش، و یکی آخر زمان، یعنی اینکه آخر زمان آدم‌ها نسبت به اعمالی که انجام دادن پاداش می‌گیرن یا مجازات میشن. اینها چیزهای اساسی و بر اساس این یک اخلاقی پایه‌گذاری شده و اخلاقش اصلش احسانه. شما ببینید هم از قدیم گفتن یک تداومی هست در قرآن، از پایین‌ترینش اسلام، بعد ایمان، بعد احسانه، یعنی نیکوکاری با دیگری. این جنبه‌های اخلاقی، نیکوکاری با دیگری، جنبه هاییست که زمان پذیر نیست و مکان همیشه، ولی باقی چیزاش، جنبه های احکامش، جنبه های فقهیش، اونا زمان پذیره و بنابراین میتونه از روی تاریخی بره زیر سوال، همونجور که رفته زیر سوال. اصلا ما تمام ادبیات تفسیری یا تأویلی رو بگیریم، موضوع چیه؟ یعنی فاصله گرفتن یه مقداری از متن، بسه این که بگی این متن خلاصه نمیشه، محدود نمیشه به لفظش، پشت این لفظ معنایی هست یا معناهایی هست. بنابراین یه مقداری، یعنی فاصله انتقادی حتی گرفتن نسبت به متن، بر این که ببینیم پشت این متن چیه. این جنبه اخلاقی بسیار مهمه، بسیار مهمه، یعنی حتی در جنبه های درونی و باطنی، اون چیزی که ما صحبت میکنیم جنبه های دین درونی، که بعضی وقتا در اختلاف شدید با یک دین بیرونی، جنبه های اخلاقی است. یعنی جنبه های اخلاقی از این جهت که نمیخوایم اخلاق رو معنی کنیم، ولی پایه اخلاق بر چیه؟ که من فکر میکنم این پایه در همه دین ها هم هست. با دیگران کاری رو نکن که نمیخوای با تو بکنن. خیلی ساده است. قاعده زرین عدالت. جانم؟ قاعده زرین عدالت. قاعده زرین. و این یکی از اصول این دین درونی است. یعنی دیگری رو برادر خود دانستن. هر دو متعلق ما به یک واقعیت بزرگ هستیم. به یک عظمتی هستیم. همه ما جزئی از یک کل بزرگ هستیم. بنابراین من نمیتونم به خودم اجازه بدم که به اسم هر چیزی آزاری به دیگری برسونم. من نمیتونم این کار رو بکنم. من فکر می‌کنم سمبل این که در خصوص فرهنگ ایرانی بسیار قویه، همیشه برای من سوال انگیز بوده. چرا ما در ایران و اصولا در کشورهای فارسی زبان وقتی می‌خوایم راجع به مهربانی با دیگران دیگری صحبت بکنیم، خدمت کردن به دیگران، اسم معرفت می‌ذاریم روش؟ آدم با معرفتی است. معرفت چی؟ چی رو میشناسه این آدم؟
که داره خدمت میکنه به دیگری داره معرفت به خرج میده. معرفت یک کلمه بار معنایش بسیار سنگینه تو فرهنگ اسلامی، یعنی شناخت. یعنی شناخت چی رو میشناسه این آدم وقتی داره مهربونی میکنه؟ من فکر میکنم اون چیزی که سعدی گفته، بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن، معرفت این رو داره که یه حقیقت عظیمه. بشریت یکی هم. ما هممون یکی هستیم. یکی رو آزار میرسیم داریم خودمون رو آزار میدیم. واسه همین معرفت، شناخت، بیسالونک عن النبأ العظیم، بله اینه. یعنی اون کسی که داره به دیگری داره محبت میکنه در واقع داره به خودش محبت میکنه و به یه عظمتی داره خدمت میکنه. شاید به دلیل اینه که ما کلمه معرفت رو به کار میبریم که همون از همون ریشه عرفان و عارفه. من یه خورده ای ما واقعا رفتیم توی اعماق بحث، یه خورده ای میخوام عقب برم و فاصله بگیرم و یه سوالی بپرسم که شاید توی زمینه بحث‌های آکادمیک محل مناقشه و نزاع زیادی بوده و اون این است که در این چهارچوب نگاه تاریخی به ریشه های اسلام، خواستگاه های اسلام و پیدایش اسلام، یه مکتبی پیدا شد به اسم مکتب ریویژنیست یا مکتبی که بازنگری میکند و البته به جهت‌های مختلفی رفته که مثلا ما میدونیم که در میراث پاتریشا کرون و مایکل کوک و کسانی که به اصطلاح نمایندگان اصلی این جریان فکری بودند بالاخره تغییری حاصل شد. شما این نگاهی که به شیعه، من متوجهم که این نگاهی که شما میکنید به شیعه و به اسلام تفاوت خیلی بنیادینی داره با اون نگاه احتمالاً تجدید نظرخواهانه درباره اسلام. یعنی یه جورای تجدید نظرخواهی هست ولی نه به معنای نفی و به معنای کنار گذاشتن و به معنای بی‌معنا قلمداد کردن و تخیلی و خیال بافانه قلمداد کردن، بلکه به معنای که شما ناظر به حقیقت جهان شمولی هستید که بین انسان‌های مختلف در فرهنگ‌های مختلف جاری است و این با اون نگاه تجدید نظر طلبانه گویا تفاوت داره. اگر درباره اینم یه نکته بفرمایید خیلی ممنون میشم. ببینید من فکر میکنم که اگر برگردیم به دهه های 70 میلادی، یعنی شکل گیری مثل نظریه های امثال جان وانسبرو و شاگردانش پاتریشا کرون و مایکل کوک که هر دو از دوستان من هستن، روح شاد پاتریشا کرون، و همون موقع لولینگ و غیره در ارلانگن آلمان، اینها به یه نوعی انقلابی برانگیختن که اینجا دقیقاً بهش میگن 70 شوک، یعنی شوک سالهای 70 که البته خودشون هم خیلی موقع خودشون تجدید نظر کردن در تجدید نظر همسول خود مایکل کوک و به خصوص پاتریشا کرون که این صداقت فکری رو داشت که گاهی روی حرف خودش بیاد و بگه که من اشتباه کردم. اما نتیجه‌ای که از این مطالعات گرفته شد نتایجی است که از لحاظ روش شناسی به نظر من هنوز کاملا معتبره. یعنی اینکه اول اینکه اون چه که منابع اسلامی راجع به پیدایش اسلام، راجع به عربستان قبل از اسلام، راجع به پیدایش قرآن میگن قابل اطمینان نیست و ما باید با یک دید انتقادی خیلی شدیدتری به این منابع نگاه کنیم نسبت به اون چیزی که تا حال کردیم. چون قبلش هم خب به هر حال اسلام شناسا و مستشرقین با دید انتقادی نگاه میکردن ولی شاید به اندازه کافی نه، از بعضی جهات اطمینان میکردن به منابع اسلامی در این مورد خاص، یعنی در مورد بدو اسلام و در مورد عربستان قبل از. یکی این هنوز معتبره، این که ما باید اطمینان خیلی کمی بکنیم. باز هم اطمینان کم معنیش نیست اینا رو بریزیم دور. به معنی احتیاط ورزیدن. احتیاط ورزیدن شدیده و این که بیایم تناقض‌های اینا رو سعی نکنیم پاک بکنیم، بلکه ببینیم تناقض‌ها از کجا میاد و این دقیقاً این تناقض‌ها رو مطالعه بکنیم. این معتبر مونده. مطلب دوم این که اونچه که وانسبرو و پاتریشا کرون و امثال اونها و مایکل کوک
آوردن از لحاظ روانشناسی و از لحاظ نظری های شناخت در مورد این مطالب اینه که باید در مطالعه بعد به اسلام منابع غیر اسلامی معاصر با قرآن رو بیاریم مطالعه کنیم، یعنی منابع یهودی به عبری، منابع مسیحی به در زبان‌های مختلف مسیحیت، منابع زرتشتی غیره و غیره، باز هم با دید انتقادی. بنابراین منتها مثل همه چیز وقتی که شما پارادایم به قول فرنگی ها عوض میشه باعث یک تشنجاتی میشه در اون علم و در اون تشنجات یک سری نظریه های خیلی افراطی هم پیش میاد که به نظر من نباید زیاد جدی گرفت. از جمله مثلا چه نظریه؟ نظریاتی که مثلا میگن قرآن اصلا محمد وجود نداشته، اصلا این دین از جای دیگه اومده، یه ده میگن از پترا اومده، یه ده میگن از خراسان اومده، یه ده میگن اصلا ساخته و پرداخته قرن دوم و سوم هجری است فلان. اینا به نظر من نظریات افراطی است از اون بابت که نمیشه، یعنی شما یه ایدئولوژی دارین از قبل و هر چی در متون به طرف سمت اون ایدئولوژی اونا رو میگیرین و هر چی ضد اون ایدئولوژی میندازین دور. یعنی از قبل تصمیم گرفته، از قبل تصمیم گرفته که میخواد اسلام و محمد و شیعه و همه رو رد کنه، حالا هر چی به نفعش بود و قبول میکنه، هر چی مخالفش بود میذاره کنار. این از نظر روش شناسی غلطه، روش علمی نیست و هر آنچه که لازمش این بشه وقتی شما نظریه میدین معنیش این باشه که 9/10 متون رو باید بریزین در سطل آشغال، این یه چیزیه که شک برانگیزه برای من مورخ، شک برانگیزه. یعنی اگه من بخوام نظریه‌مو مثلا اگه 100 تا متن داشته باشم روی یک متن بذارم 99 تاشو بریزم دور، من باید کمی شک کنم نسبت به نظریه خودم. بنابراین نظریه‌های افراطی رو میگذاریم کنار، ولی اون چیزی که مشخصه اینه که یواش یواش نظری که ما داشتیم راجع به پیدایش اسلام، راجع به عربستان قبل از پیدایش اسلام، همه اینها کاملا دگرگون شده و یه منظره های جدیدی در برابر چشم ما گشوده میشه. فرض کنیم مثلا این که ما میدونیم اون چیزی که اعراب یا کشور یا متن‌های مسلمان اسلامی بهش میگن جاهلیت، که اعراب قبل از اسلام همشون بت پرست بودن، سنگ میپرستیدن، درخت میپرستیدن، دختراشون رو خاک میکردن، اینو واقعیت نداره. غیر از اون که چیزای سنگواره شناسی و باستان شناسی این رو خلافشون نشون میده، قرآن خلافش رو نشون میده. یعنی شما در برابر چند تا آیه در مورد بت‌های قبل از اسلام که وجود داشته یا پیغمبران عرب مثل هود، صالح، اینا، هر صفحه قرآن پر از شخصیت‌ها و مضامین اون چیزی که میتونیم بگیم بایبلی، از آدم و حوا بگیرین تا زکریا و عیسی و مریم تا ابراهیم و موسی و سلیمان و داوود و یونس و ایوب و غیره. اینا همشون بایبلی هست و مزامینش یک تا پرستی، پیغمبرشناسی، آخرت شناسی، همشون مزامین بایبلی هست و به خصوص این که به صورت اشاری قرآن به اینها میپردازه، اشاری. یعنی اگر کسی مطالب رو نشناسه اصلا نمیفهمه قرآن چی داره میگه. اگه قصه ابراهیم رو ندونه، قرآن نمیاد قصه ابراهیم رو از اول تا آخر تعریف بکنه، یا قصه موسی رو، خروج از مصر رو. برای کسانی بوده که پیشتر یه شناختی از ماجرا داشتن. بله. و مطالب بعضی وقتا سنگین و پیچیده‌ای، یعنی وقتی میگه عیسی ابن مریم المسیح کلمت الله و روح الله، خب اینا برای کسانی که اینا نمیدونن معناش چیه؟ نمیدونن کلمت الله و روح الله مضامین به اصطلاح کریستولوژیک خیلی سنگینی هست و قرآن هیچ توضیحی نمیده، داره به اشاره میگه. یعنی اون کسانی که دارن اینا رو گوش میدن میدونن موضوع چیه. یعنی به تعبیر ما موقعی که درباره این ایمان صحبت میکنیم، ما درباره پیوستار داریم حرف میزنیم، نه درباره مثلا یه حوادثی که بدون هیچ ارتباطی با هم ناگهان در یه جای سرکلاش پیدا میشه، بعد میره دوباره مثلا در یه جای دیگه سرکلاش پیدا میشه بدون اینکه هیچ ارتباطی به هم داشته باشه و هیچ گونه اثر بی. یعنی ما یه استمراری داریم در تاریخ معرفتی دین و تاریخ غیر مادی، من دارم میگم تاریخ غیر تاریخی نگرانه به تعبیر روش شناختی، و این پیوستار است که مهمه. یعنی شما مدام در بافتار خودش و در
ارجاعات درونی که اینها به همدیگه دارن اینو میفهمید. البته حالا در اون چیزی که ما بهش میگیم ادیان ابراهیمی که مشخصه، خود قرآن هم بیچاره غیر از این چیزی نمیگه، میگه من دنباله تورات و انجیلم و محمد دنباله موسی و عیسی، خودش هم همین رو داره میگه. به نظر من اون چیزی که شما با کلمه زیبایی که به کار بردین پیوستار، اون چیزی که اینها رو به هم دیگه در استمرار میده، یکی رو پس از دیگری میاره، و حتی شاید بتونیم خارج بشیم از چارچوب ادیان ابراهیمی هر دینی، دقیقاً جنبه‌های عرفانی و جنبه‌های درونیه. فکر میکنم، حالا این نظریه منه، میشه راجعش بحث کرد ولی فرصتی نیست، ما فکر میکنیم که عرفان‌های مختلف از شکم دین‌ها در اومدن. من فکر میکنم اگر از بالا نگاه بکنیم و قدیم بریم، دین‌ها هستند که از شکم عرفان در اومدن. عرفان یه چیز کیهانی است و ادیان یه گوشه‌هایی از اون هستن که سعی کردن شاید به زبان عوام یه مقداری یه حقایقی از اون عرفان عظیم کیهانی ازلی رو بگن. و اون چه هم در ادیان باقی میمونه انعکاس اون عرفان کیهانی است که درشون هست و ازشون دقیقاً یک دین درونی میسازه و شاید باعث میشه که نگذاره که این دین درونی به وسیله یه دین بیرونی خفه بشه. خب خیلی ممنونم، ما به انتهای وقتمون میرسیم. قبل از این که خاتمه بدیم به این گفتگو، اگر نکته آخری دارید و اگر بخواید خلاصه جمع‌بندی در حد مثلا دو سه جمله از چیزایی که گفتین به ما بگید، چی میتونید به ما بگید؟ نه خیلی ممنونم از محبت شما، لطف کردین که بندر قابل دونستین که با من صحبت بکنین. آرزویی که دارم اینه که این دین درونی قلبی پیروز بشه به دین بیرونی خشونت با. آمین. خیلی ممنونم، وقت شما خوش. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید در این گفتگو با استاد محمد علی امیرمحسی. به امید دیدار در برنامه‌های آینده تلویزیون اسماعیلی فارسی. خدا نگهدار. خدا حافظ. Oh,